سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. بیش از نیم سال از درگیری های منطقه غرب آسیا میگذره. در این نیم سال چهره های زیادی از سیاستمداران آمریکایی، دیپلمات های غربی تا چهره های نظامی و امنیتی آمریکایی ها به منطقه غرب آسیا اومده. باز وقتی کارشناس های رژیم صهیونیستی صحبت میکنن، میگن این جنرال های ایرانی هستن، این سرداران ایرانی هستن که با سفرشون به یک منطقه، به یک نقطه، بازی‌هایی رو علیه رژیم صهیونیستی تعریف می‌کنند. قرار بود این منطقه، منطقه شما باشه، یک منطقه غیر ایرانی، یک منطقه که ایران درش محدود در یک کشور باشه، شما تعیین تکلیف کنید در این منطقه. ماجرا متفاوت شده است. ماجرا بسیار، البته بذارید من یه جور دیگه بگم، ماجرا متفاوت بود، در این نیم سال برای همه عیان شده است. میخوایم بریم بخشی از صحبت یک کارشناس صهیون رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم، نکاتی دارم مفصل عرض خواهم کرد. انضم الی هنا فی الاستوديو دکتر جاك نریا ضابط احتياط في الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه واستشار سابق لرئيس وزراء. اهلا بك دكتور جاك. نبدا مع هذه التطورات على الجبهه الشماليه، كيف تقرا اشتداد القصف على الحدود اللبنانيه الاسرائيليه؟ لا شك انه في تكثيف بالمواجهه بين حزب الله وبين اسرائيل. انا بس على ماذا يدل؟ الاليه نحن عارفين انه باخر الاسبوع الماضي زار إسماعيل قعنين رئيس فرقة القدس، زار بغداد وزار بيروت. نحن نعرف كل مرة بيجي وبيزور بيزور بيروت وبيزور بغداد، يعني في مشاكل بعدها، المشاكل يعني أوامر واضحة من إيران على مساندة حماس، لأنه شايفين إنه حماس رح صار تحت ضربة إسرائيل، وإسرائيل رح تبلش اقتحام. خب بخش از صحبت رو شنیدیم، بذارید با هم دیگه بررسی بکنیم. بله، میگه که فردی که داره باش صحبت میکنه یک افسر ذخیره اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی، مشاور نتانیاهو هست. مشاور نتانیاهو میگه که با تحولات جبهه شما را آغاز میکنیم، تشدید بمباران مرز لبنان با اسرائیل را چگونه میبینی؟ در پاسخ میگه بدون شک شاهد تشدید رویارویی حزب الله با اسرائیل هستیم. میگه این حاکی از چیست؟ میگه ما میدانیم که اوایل هفته گذشته اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس به بغداد و بیروت سفر کرده است. ما این رو فهمیدیم که هرگاه او به بیروت و بغداد سفر میکند باید منتظر دردسر باشیم. ایران دستورات روشنی داده تا به حماس کمک شود، چرا که حماس در معرض ضربات نظامی است و یورش به رفح نزدیکه. میگه با توجه به اینکه ما میخوایم حمله کنیم به رفح، میخوایم اقدام انجام بدیم و شدت بدیم به کارهایی که داره در رفح انجام میشه، ایران به این جنبندی رسیده که به مقاومت بگه ضربات خودش رو شدت بده. من نکته رو خدمت شما عرض بکنم، اینها الان در بخشی از رسانه‌های خودشون رجزخوانی میکنن برای مقاومت در مرزهای شمالی، میگن ما به زودی به خدمت تو میرسیم، باید درگیر میشیم. یکی از مقاماتشون فکر میکنم وزیر جنگشون بود، گفته بود که ما برای تابستون برای مقاومت برنامه داریم. بعد یکی از روزنامه‌هاشون نوشته بود تو اینو گفتی، فرداش اینا 50 تا موشک شلیک کردن به سمت فلسطین اشغالی، بعد میخوای کمتر صحبت بکنی در مورد این قضیه. یه سری شهرک نشین داشتیم، اینا فراری شدن، الان رفتن کار برای خودشون تعریف کردن جاهای دیگه، مشغول کار شدن، یعنی زندگی دارن تعریف میکنن جای دیگه، امید نداره بخواد درگرده. تو از تهدید چی صحبت میکنی؟ و من اینم به شما بگم دوستان عزیز، اینا حتی اگر با مقاومت لبنان درگیر جنگ هم بشون، ترجمه دیگرش این هست که همه آنهایی که در شهرک‌های در شهرک‌های شمالی هستن، که الان رژیم داره بهشون میگه آقا صبر بکنید، صبوری بکنید، من شما رو به خونهاتون براتون میگردونم، همه اینها باید برای یک مسئله بلند مدت‌تر، یک بازه بلند مدت‌تر، غیر حضور در زندگی، بازگشت به زندگی قبلی خودشون رو بزنن. این نکته اول از چالش‌هایی هست که رژیم باش روبرو هست. مسئله دوم، با مقاومت لبنان میخوای درگیر بشی؟ کدوم مقاومت لبنان؟ او این کسی که این موشک‌ها رو به سمت چلی کردن میگی؟ نه، اینا پیش غزه. تسلیحاتی که مقاومت لبنان در اختیار داره بسیار متفاوت تر از آن چیزی هست که رژیم در طول این مدت دیده. برید سراغ تسلیحاتی که یمن داره استفاده میکنه و بخشی از آن چیزهایی که در زرادخانه های ایران میتونه هر دشمن رو به وحشت بندازه. مقاومت لبنان شگفتانه های جذاب، خاص و ویژه‌ای برای ادامه این بازی داره. حالا باید بریم جلوتر ببینیم که این احمق ها انقدری
تعطیل هستن که بخوان خودشون رو به صابون مقاومت بمالونن یا نه. بریم ادامهش رو ببینیم. سبب یعنی مساندت حزب الله هید الى صلة مباشرة مع اللي عم بيصير بالجبل الجنوبي. لهالسبب نحن شايفين انه في تكثيف، يعني التكثيف يعني جاد كثير، يعني في ضربات رشقات صواريخ من 20 30 40 صاروخ، في مسيرات داخل اسرائيل. ولكن بالاضافه الى النزوح دكتور جاك، الا تعتقد ان استراتيجيه حزب الله في هذه المرحله والتكتيك الذي يستخدمه الا يجب ان يقلق الجانب الاسرائيلي بالفعل؟ اكيد اكيد، هذا نجاح فظيع لحزب الله، يعني هذا الاستفزاز لحزب الله. نحن بنعرف يعني صار لنا سنتين عم نحكي انه لازم نواجه حزب الله، ما واجهنا حزب الله. هلا هي اللي صار بالواقع، يعني بيقول حزب الله في عنده انجاز فظيع. بخش از این صحبت ها شنیدم، انا ماشو ببینیم. میگه که ما میدونیم که دو سال است میگویند اجازه بدید. بله، میگه علت اصلی کمک حزب الله به حماس تحولات جبهه جنوب در غزه است. به همین دلیل شاهد تشدید حملات موشکی از سوی حزب الله هستیم. حملاتی با ده ها یا 20 یا 30 یا 40 موشک و همچنین حملات پهپادی به داخل اسرائیل علاوه بر مسئله آوارگی، به نظر شما راهبرد فعلی حزب الله و تاکتیک آن در این مرحله آیا نباید موجب نگرانی اسرائیل باشد؟ حالا موجب نگرانی باشه، چیکار میخواد بکنه؟ میگه که بله، باید موجب نگرانیمون باشه. این یک پیروزی وحشتناک برای حزب الله است. ما میدانیم که دو سال است که میگویند باید با حزب الله مقابله کنیم و با آن مقابله نکردیم. چیزی که در واقعیت رخ داده دستاورد وحشتناکی برای حزب الله بود است. بعد از 16 سال که اینا حمله میکردن به مقاومت لبنان و تعیین تکلیف میکردن، الان مقاومت در مقابل اینها ایستاده و اینها هیچ تصوری از جنگی که بخواد یه طرفش حزب الله باشه نمیتونن داشته باشن. مرحله بعدش چیه؟ کی قرار هست در مرحله بعد به بازی اضافه شه؟ ماجرا برای رژیم بسیار من نمیخوام بگم وحشتناک، نمیخوام بگم مثلا شکست خورد، میخوام بگم حقارت بارتر، یا بگم اجازه بگم رقت انگیزتر از آن چیزی هست که میتونستن تصورش رو بکنن. و یه چیز دیگه هم خدمت شما عرض کنم، الان گفت جنرال ایرانی سردار قاهانی جاهایی که رفته باعث شده این اتفاق بیفته. من میخوام مسئله دیگری خدمت شما عرض بکنم. حاج قاسم یکی از مهمترین آرزوهایی که داشت همیشه این بود که ما بتونیم در مسئله فلسطین به جایی برسیم که تمامی جبهه ها علیه رژیم اگر لازم شد بتونه همزمان درگیرشون بکنه. آیا آرزوی قاسم سلیمانی محقق شده است یا نه؟ الان درگیری در همه جبهه ها رو بخشش رو داره میبینه. در یمن محاصره اقتصادیش داره پیش میره، عراقی ها دارن بهش ضربه میزنن، در لبنان عملیات های علیهش داره اتفاق میفته، سوریه بازی خودش رو به هوشمندانه ترین شکل ممکن داره پیش میبره، و آنها که در فلسطین هستن هم که نیاز به توضیح بیشتر نداری. همه آن چیزهایی که قاسم سلیمانی در ذهن داشت و اینها تلاش کردن با ترورش متوقفش بکنن، با قوت هرچه تمامتر داره در این منطقه پیش میره. بریم ادامهش رو بررسی کنیم. اکبر انجاز صار بتاریخ اسرائیل من 1948 لليوم، ما صار في نزوح ل 100,000 اسرائيلي من بيوتهم بشمال لبنان. هيدا اول شيء. ثاني شيء يعني صار في ضربات متكاثفه من حزب الله على مواقع اسرائيليه، على 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 مدن وعلى يعني مواقع عسكريه، واسرائيل عم ترد، يعني الرد الاسرائيلي ما عم يردع حزب الله. يعني حزب الله يعني حتى بتشجع من القضيه، مع انه صار له اكثر من 300 واحد قتل من جانبه، ما بهمه. المهم هو يعني الصوره النصر. دوستان آشفتگی در نوع صحبت های این کارشناس صهیون که از مشاورین نتانیاهو بوده قابل مشاهده بود یا نه؟ فکر میکنم فقط باید بریم درباره وضعیت روحی اینها صحبت بکنیم، خودش یک برنامه میطلبه. ادامهش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. در بخشی از صحبت خودش میگه حزب الله توانسته بزرگترین دستاورد علیه اسرائیل از 1948 تا کنون را کسب کند، یعنی توانسته 200,000 اسرائیلی را از خانه هایشان در شمال آواره کرده. این اولین دستاورد است. یه جاهایی ما عدد تا 500,000 آواره صهیون هم میشنیدیم و من تو برنامه ها خدمت شما عرض میکردم که اینا بین 200 تا 500,000 تا آواره دارن. بعد خود رژیم در گزارش خودش میگفت نهایتا مثلا 60,000 تا 70,000 نفر آواره شدن. نه، این الان کسی که مشاور نتانیاهو بوده میگه 200,000 نفر از شهرک های شمالی الان آوارن.
و روزنامه هاشون یه چیزی من اخیرا دیدم توی یکی از روزنامه هاشون که دو سه بار داره از توی صهیونیست‌ها تکرار میشه و اون مسئله هم این هست که یکی از این روزنامه هاشون گفته بود که رفتیم خسارت‌ها رو بررسی کردیم اینجا خیلی وحشتناکه و بخشش غیر قابل سکونته. بعد یه روزنامه دیگه هم اخیرا همینو گفته بود در فلسطین اشغالی، گفته بود اصلا بخشی از داستانو برای مردم نمیگن و اینجا اتفاقاتی افتاده غیر قابل باور بخشیش. یعنی این شدت ضربات مقاومت رو تو اون منطقه نشون میده که اگر این 200,000 بخواد به خونه هاشون برگردن، حالا اونجا خودش اصلا زندگی بخواد عادی بشه، یک فاجعه ای رو برای اونها در پیش خواهد داشت. این وضعیتی که در باش شاهد هستن. بجد اینجا بهش اشاره میکنه، میگه مسئله اول اینه که 200,000 نفر رو آماده کرد، آواره کرده. مسئله دوم حملات شدیدی است که حزب الله علیه پایگاه های اسرائیل انجام داده و پاسخ اسرائیل هم موجب بازداشتن حزب الله از حمله نشده و حتی حزب الله به حملات بیشتر تشویق هم شده. با وجود اینکه حدود 301 نفر کشته داده، اما برایش مهم نیست، مهم تصور پیروزی است. بله 301 نفر از رزمندگان مقاومت لبنان در این مدت به شهادت رسیدن. مقاومت لبنان تاکید داره که 2000 صهیون در عملیاتش به هلاکت رسیدن. رژیم صهیونیستی تکذیب کرده، میگه من انقدر تلفات نداشتم. لبنانی ها هر ثانیه هر لحظه نیروهای رژیم رو زیر نظر دارن، فیلماشو منتشر کردن که در حال رفت و آمد دارن از اینا فیلم میگیرن. در چند عملیاتی که فیلم ها منتشر شده، نیروی در حال حرکت مورد هدف قرار گرفته و داستان های از این دست که اینها نشون میده که احتمالاً ما باید در خصوص تلفات، حرف رژیم صهیونیستی که اول 99% پرتابه های ما رو زده بود، بعد 86% پرتابه هامون رو زده بود، بعد یکی از روزنامه‌هاش اعلام کرد گفت آمریکا فقط 25% زده، حرف این رو ظاهراً نباید باور بکنه. ولی فارغ از همه اینها، این مسئله که اینجا داره مطرح میکنه، چون مسئله 300 شهید مقاومت لبنان مطرح شد، بذارید من این رو به شما بگم. ببینید وقتی زیر رصد مهمترین، خاص‌ترین و بهترین دوربین‌های اطلاعاتی و امنیتی و رصدی و پهپادهایی که در آسمان هستن و جنگنده‌ها و کسانی که دارن رصد میکنن برای یک عملیات میری و یک پایگاه رژیم رو میزنی و وقتی که میخوای برگردی شهید میشی و این 300 بار داره اتفاق میفته، یعنی کاری که بچهای مقاومت لبنان دارن انجام میدن به لحاظ روحی و روانی با کاری که یک نیروی استشهادی انجام میده هیچ تفاوتی نداره. چون این داره میره که دیگه نیاد، این میدونه که توی این عملیات بره احتمالاً زدنش، میزنه هدفو میزنه، به محض اینکه میخواد تغییر موضع بده و برگرده اونا میزننش. و من این رو دارم میگم که یادآوری بشه چه بچه‌هایی به لحاظ روحیه، به لحاظ شخصیت، به لحاظ سلحشوری در حال حاضر در مرزهای شمالی در مقابل رژیم صهیونیستی هستن. من طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر نکته چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست، پیام‌هاتون رو حتما برای ما بفرستید. بریم یک نمونه از پیام‌های ارزشمند دوستان عزیز رو با هم دیگه بشنویم. درود خدمت جناب تحلیلگر عزیز. آقا من برزیز، آقا ما تونو میبینم، خیلی جالبه. من از مرزهای غربی با شما حرف میزنم. من یه کردم که افتخار میکنم پاسدار این مرزها هستم. با تمام مشکلاتی که هست، تا آخرین قطره خونمون از این مرزها حراست میکنیم. قطعا در نبود نیروی نظامی باشه نباشه، ما وظیفمون رو انجام میدیم همونطور که انجام دادیم. حالا شما یه لطف بکنین این پیامو، اگرم پخش نکردین حداقل یه مضمونی از این حرفو برسونیم که امثال آقای نوریزاده و این وطن فروشای بی صفت متوجه بشن که آقا مشکل غرب، مشکل آمریکا، انگلیس، اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست، مشکل منافع ایرانه، مشکل دارایی های ایرانه، مشکل اون توپوگرافی، اون موقعیت استراتژیک ایرانه. اینا شما فکر کنید غرب رو در نظر بگیرید که از سطر تاریخ زمان هخامنشیان، ساسانیان، نمیدونم دوران اسلامی، کلا تهاجمی که بوده به خاطر منابع ایران بوده. اینو فکر میکنن اگر جمهوری اسلامی نباشه غربیا به اینا رحم میکنن و قرآن مجید کوچکترین رحمی نخواهند کرد. شما ببینید بحرین، اصلا بحث جمهوری اسلامی و پهلوی و قاجار و صفوی نیست، کلا اینا مشکلشون اون قدرت، اون صلابت ایرانه. امیدوارم که اینا بفهمن و درک کنن. خیلی لطف کردین، خیلی سپاسگزارم، در پناه خدا باشید. سلام و عرض ادب، خیلی تشکر میکنم. اصلا خوشحال شدم، حالم خوب شد از اینکه صدای یک رفیق مشتی خودمون رو از مرزهای غربی شنیدیم. یک مرزدار وطن، یک رفیق با معرفتی که همه آن چیزی که لازم بود رو گفت. آنهایی که بدخواه ایران هستن بهتر از هر کسی میدونن که همچین انسانهای با شرفی در سرتاسر جغرافیای ایران، در مرزهای شرق و غرب ایران حاضر هستن، زندگی میکنن، نفس میکشن. اگر یه جاهای ویز ویز صدای یک تجزیه طلبی، یک خائنی شنیده میشود،
هزار هزار برابر بیشتر از اون در همون نقاط ایران فدایی داره که دارن زندگی میکنن، ثانیه شماری میکنن و هستن تا روزی که اگر لازم شد از این وطن دفاع بکنن و در میدان باشن. در خصوص ادامه ماجرا هم هیچ وقت این جماعت این نکته مهمی که شما گفتید رو من تصور نمیکنم بفهمم. با بدیهیات ما با هر ادبیاتی صحبت میکنیم، وقتی طرف نمیفهمه، وقتی که شما نگاه میکنید این همه حقیقت داره در میدان رخ میده، یعنی تو اگه اینو نفهمیدی اینو نفهمید دیگه اینجا باید به خودت بیای. واقعا اگر باز هم به خودشون نمیان، من فکر میکنم که فقط یک دلیل داره و اون همین هست که ما در این لحظه با جماعت وطن فروشی طرفیم که اینا منفعتشون در نفهمیدنه. یکی خواب هست شما بیدارش میکنی، این منفعتش در اینه که نفهمه و فکر میکنم که متاسفانه با این جماعت طرفیم. باز به هر جهت من امیدوارم همه آنهایی که ممکن هست کسانی در فضای براندازی یا وطن فروشی واقعا خواب باشن، من امیدوارم همه آنهایی که در خواب هستن ببینن این حقایق رو، کمی فکر بکنن و بیدار بشن. نکته دیگه ندارم. تشکر میکنم از پیام ارزشمند شما. اگر نکته چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستید. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.